پارسال همین ایام بود، رفته بودیم بوشه. این شرکت صدرا بیان میکرد 4 کشتی بزرگ از ونزوئلا سفارش گرفتیم ساختشو که اینها رو داریم انجام میدیم. پارسال که گفت ما الان این دو تاشو که ساختیم تحویل دادیم، سومیشو داریم انجام میدیم که 1500 نفر الان شاغلن به خاطر اینکه ما داریم اینو می‌سازیم و پولش هم اول دادن. و دغدغش این بود که اگر این سفارشو تموم میشه ما این کارگرها رو چیکار کنیم. بعد در همین امسال شما میروید 10 کشتی از کره جنوبی می‌خرید به ارزش 650 میلیون دلار. میگی آقا توجیه چی؟ میگن آقا از قبل بوده، دولت قبل بوده. خیلی خوب، دولت قبل بوده، مگه هر کارو کرده درسته؟ بعد اون میگوید چی؟ میگه آقا این به شرطی دست که فاینانس کند کره جنوبی. این توجیه رو میارم، میگن چون این دلیل بوده ما هم ادامه دادیم. بعد این تحریم ها پیش میاد، او فاینانسش رو بر میدارد، ما به جای اینکه بیایم این سفارش رو بدیم به شرکت صدرا و مشابهش یا هر شرکت دیگه که در داخل هست، 650 میلیون دلار میدیم به او نقد که خیلی خوب تو بیا بگیر برو. من بحثم اینه که اون مسائل واقعی باید یا در دانشگاه ها مطرح بشود. این که عرض کردم این سوال واقعی که آقا تعامل یا تقابل، گاز یا ترمز، سوالات باید واقعی بشود. باید سوال بشود که خیلی آقا این روابط چرا ادامه پیدا نمی کنند با جاهای دیگر. این همه ما تعداد کشورهای بزرگ داریم در دنیا، کشورهایی که آماده هستند. خب رونق تولید، یکی از راه‌های رونق تولید جلوگیری از واردات کالاهای تولید داخله. چرا جلوگیری نمی کنن؟ من سوال جدی دارم از مسئولین محترم. نگذارید